کرم این جوادی و بخشندگی رو یافتن. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانه پذیرنده زمین. حالا این حرف دیگه از اون حرفای قریب مولاناست که شما نظیرش رو هیچ جای دیگه پیدا نمی‌کنید. میگوید که این خاک و تین اینا عالمن، اینا دانشمندن، اینا آگاهن، چون زمین دانه رو میپذیره، درست مثل یه مادر که بچه رو در آغوش میگیره و میداند که با این بچه چه بکنه، شیر بده، ترخوش کنه، پرستاری کنه، پرورش بده. این از اون حرفای خیلی مهمه، این رو باید شنید از مولانا و هر چی در عمقش فکر کنید جا داره. من اینجا توی جلسات بحث‌های سلوک دیندارانه اشاره کردم، شاید بعداً هم فرصت بود من به تفصیل بیشتری از این فیلسوف معاصر به نام آقای ارنست نیگل که کتابی داره به نام Mind and Cosmos و در اون کتاب ایشون نتیجه میگیرد، اینکه خودش فیلسوف ایتئیسته، نتیجه میگیرد که نظمی رو که در جهان هست نچرالیستیکلی نمیشه توضیح داد، یعنی فقط بر پایه قوانین نچرال، و اونگاه نتیجه میگیرد که خب پس ما چگونه، بعد میگه من به خدا هم قائل نیستم، چون حالا به خدا هم قائل باشیم هنوز یه مشکلی وجود داره که خدا در طبیعت چگونه دخالت میکنه. اینهایی که برهان نظم میارن معمولا غافلن از این که خب فرض کنیم گفتیم که این جهان ناظمی میخواد، این ناظم کیه و چگونه میاد نظم رو در طبیعت برقرار میکنه. آقای نیگل خلاصه نظرش این است، میگه طبیعت دانشمند، آگاه، شعور داره و ناظم خودشه، منتها نه یک طبیعت مرده بی شعور بلکه یک طبیعت زنده با شعور. یعنی در حقیقت این درجاتی از حیات داریم، درجاتی از جان داریم، از شعور داریم، از حیات داریم که ما فکر کردیم که فقط آدمیان و حیوانات اینو دارن. نه، این جهان هم، یعنی همین طبیعتی که ما بی جان و بی شعور میپنداشتیمش، به درجاتی از این معانی برخوردارن. حرف خیلی مهم نیست. نگاه کنید، ما دیدگاهمون رو اگر عوض کنیم این رو بهتر میتونیم بفهمیم. ما فکر میکنیم اصل ماده است، ما برای وجود شعور و روح و جان و اینا باید جون بکنیم تا بتونیم آیا اثبات بکنیم یا اثبات نکنیم، طرف مقابل ما منت سر ما بذاره، بپذیره یا نپذیره. در حالی که این فقط یه فرض دیگه، هیچ فرض اثبات نشده ایه. از نظر کسی مثل مولوی جاهای دیگه هم اشارات خیلی خوبی به معنا. اصل اینه که جهان روحیه، جهان جان، ماده کفی روی این روح. یعنی در واقع اصل این مواد نیستن. ما فکر نکنیم که مدل هستی مدل مادی بودنه، بقیه به اندازه‌ای که شبیه اینن وجود دارن، بلا وجود ندارن. کی گفته که این بهترین مدله؟ ما همیشه در همه جایی بحث رو داریم، تا مدت ها مثلا در فلسفه علم فیزیک رو مدل علم میدونستن و میگفتن علوم دیگه به اندازه‌ای که به فیزیک نزدیک میشن علمی ترن، و چون مثلا علوم انسانی دیگه خیلی از فیزیک دورن، اینا دیگه خیلی غیر علمی هن. دیگه به مثلا فرض کنید که چه میدونم تاریخ که برسید و از اون بر پایین تر برین دیگه هیچی، دیگه ارسطو که میگو علم تاریخ اصلا علم نیست، اصلا فروتر از شعره. حالا امروز خیلی علم تاریخ محترم شد. ببینید این که ما چی رو مدل بگیریم نهایت اهمیت رو داره. شما اگر علوم انسانی رو علم بگیرید جوری دیگری در علمی بودن سخن میگید و قضاوت میکنید و بلاس. در مورد وجودم همینطوره که ما چه چیزی رو حقیقت میدونیم، موجود میدونیم. مولوی میگه که بعضیا اصلا تو این جهان ببینید چقدر این حرف میگه، چون حقیقت پیش او فرج و گلوست، کم بیان کن پیش او اسرار دوست. یا آدمی که شکم و زیر شکم حقیقت برای او همینه، یعنی در جهان و لذتهاش اصلا قصد غرض از زندگی تو این چیزا خلاصه میشه. یا آدم یه عمری رو اینجوری ها بگذرونه، میگه با این آدم اسرار دوست نمیشه گفت، از حقیقتهای والا سخن نمیشه. مدل حقیقت برای او اینه. این مدل سازی نهایت اهمیت رو داره. حالا مولانا، قربون دست شما، خیلی ممنونم.
مولانا در اینجا و در جاهای دیگه این نکته رو بیان میکنه که مدل شما از واقعیت چیست، از موجودیت چیست. نزد خود او موجودیت در روحانی بودن است، یعنی از جنس جان بودن است اون واقعیت. باید به این نکته رو هم به شما بگم، میدونید در مثنوی و در دیوان شمس چه کلمه‌ای بیشترین بسامد رو داره، بیشترین فریکونسی رو داره؟ بله، انی گس، انی پودی، بله جان، بله همین. ما فکر میکنیم عشق، ولی بیش از همه کلمه جان تکرار میشه. خیلی مهمه. این مرد اصلا با این مقوله خیلی اخت بوده، انس داشته، دنیاش دنیای جانداری بوده، از جنس جان بوده. این موجودات بی جان یک کف روی آبی بودن. در جاهای دیگه هم میگه ما بدنهامون مثل قایقهایی روی دریا، اون دریا دریای جانه، ما چو کشتیها به هم بر میزنیم، تیر چشمیم و در آب روشنیم. ما روی آب روشن داریم حرکت میکنیم، دنیا